امشب در 24 یورش ارتش اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس. ارتش گفته بر اساس اطلاعات موثقی که داره اجساد بعضی از گروگان‌ها در این بیمارستانه. هشدار دبیر کل ناتو نسبت به ایجاد شکاف میان آمریکا و اروپا. بازدارندگی هسته‌ای مشترک ممکنه تضعیف بشه. تیراندازی در جریان رژه قهرمانی تیم کانزاس در جشن قهرمانی برنده سوپربال 2024. دست کم یک کشته و 22 زخمی. و هشدار درباره بارش کم و وقوع خشکسالی در ایران. برآوردها از کاهش 30% منابع آبی خبر میدن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ارتش اسرائیل بعد از توقف طولانی مدت و تخلیه نسبی به بیمارستان ناصر در خان یونس حمله کرده. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس گفته اسرائیل با تیراندازی شدید به بیمارستان تهاجم گسترده انجام داده که منجر به زخمی شدن بسیاری از آوارگانی شده که در اونجا پناه گرفته بودند. یکی از گروگان‌های آزاد شده اسرائیلی ماه پیش به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بود که او و ده‌ها اسیر دیگه در بیمارستان ناصر نگهداری می‌شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید این خبر گفته ممکنه اجساد گروگان‌های دیگری هم هنوز در این بیمارستان باشه. ما عملیات نجات دقیق رو در بیمارستان ناصر در خان یونس انجام میدیم مثل گذشته. اطلاعات ما نشون میده که ممکنه اجساد گروگان‌ها اونجا باشه. ما اطلاعات موثقی داریم از کسانی که آزاد شدن که گفتن حماس تعدادی از گروگان‌ها رو در این بیمارستان نگه داشته و ممکنه اجسادشون هنوز اونجا باشه. حماس به طور سیستماتیک از بیمارستان‌ها به عنوان مراکز ترور استفاده می‌کنه. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ما، بیش از 85% از تأسیسات مهم پزشکی در غزه توسط حماس برای عملیات تروریستی مورد استفاده قرار گرفته. این عملیات حساس با دقت برنامه‌ریزی شده و توسط نیروهای ویژه ارتش اسرائیل انجام میشه. هدف کلیدی که در این عملیات نظامی ما تعریف شده اینه که مطمئن بشیم بیمارستان ناصر به عملکرد مهمش برای درمان بیماران غزه ادامه بده. ارتش اسرائیل ماه پیش هم دستور تخلیه بیمارستان ناصر و مناطق اطرافش رو صادر کرده بود. به گفته وزارت بهداشت غزه، ارتش به پزشکان دستور داده همه بیماران رو به ساختمان قدیمی تری که برای معالجه مجهز نیست منتقل کنند. اما مثل سایر مراکز بهداشتی، پزشکان گفته بودند بیماران قادر به ترک و جابجایی ایمن نیستند و هزاران نفر از مردمی که به دلیل جنگ در جاهای دیگه آواره شده بودند در اونجا موندن. یکی از کادرهای درمان بیمارستان ناصر میگه حمله اسرائیل به بیمارستان باعث کشته شدن دو نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شده. شب گذشته خیلی سخت بود. حملات هوایی اونقدر شدید بود که به یکی از اتاقهای بیماران رسید. دو بیمار کشته شدن. جسد یکی از اونها حتی قابل شناسایی نبود. تعدادی هم زخمی داشتیم. بخش ارتوپدی به طور کامل نابود شده. کل بیمارستان به هم ریخته بود. کمی قبل‌تر از حمله یه پهپاد به اتاق کنفرانس که اونجا پزشکان و پرستاران در حال استراحت بین شیفتاشون بودن حمله کرد. پهپاد به سمتشون شلیک کرد. یه ترکش به سر یکی از دکترها برخورد کرد. وضعیتش بحرانی نبود. بعدش بیمارستان مجبور به تخلیه آوارگان و همراهان بیماران شد. کارکنان پزشکی و بیمارا تو بیمارستان باقی موندن، اما مردم دیگه مطمئن نبودن اونجا امنه. 99% از مردم تخلیه شدن. نزدیک به 20 نفر از کارکنان پزشکی هنوز اونجا هستن و اونجا هنوز جنگ ادامه داره. هیچ حفاظت یا ایمنی وجود نداره. پهپادها همه جا هستن و سگ‌ها با دوربین‌های نظارتی روی گردنشون تو بیمارستانن. همکارم بابک اساقی از تل آویو و جزئیات بیشتر. 132مین روز از جنگ بین اسرائیل و همسایگانش در شمال و جنوب. بدون شک میتوان گفت که یک مرحله در رابطه با افزایش تنش‌ها چه در شمال و چه در جنوب اسرائیل پیشروی به وجود اومده و مرحله تازه‌ای به ویژه در شمال اسرائیل امروز رقم خورد. این مرحله از جایی شروع شد که یک سرباز زن اسرائیلی در حمله حزب الله کشته شد و پس از اون بود که بیش از هر موج از حملات اسرائیل را به دنبال داشت که در یکی از این حملات
علی محمد البدس و حسن ابراهیم عیسی از فرماندهان گردانهای رضوان حزب الله لبنان به گفته ارتش اسرائیل کشته شدند. حزب الله ارتش اسرائیل را متهم میکنه که در یکی از این حملات یک خانواده 8 نفره نیز جان خودشون را از دست دادن که در میان اونها کودکان و زنان هم بودند و پس از اون بود که دوباره حزب الله لبنان به سوی اسرائیل موشک اندازی کرد. تقریبا میشه گفت بیش از 20 تا 25 موشک به سوی شهرهای شمالی اسرائیل و به ویژه شهر کریات شمونا پرتاب شد که اسرائیل میگوید که در حال حاضر خسارات و تلفاتی نداشته و بسیاری از این موشک ها در مزارع اطراف به زمین نشسته. در کنار اون در جنوب اسرائیل در مرز اسرائیل و نوار در مرز نوار غزه و مصر همچنان بیش از 1,500,000 نفر از آوارگان فلسطینی همچنان منتظر هستند که ببینند که اسرائیل چه تصمیمی میگیره و چه وقت به سوی این مناطق وارد میشه و حمله را در اونجا شروع میکنه. در کنار اون نبردها در خان یونس هم به شدت ادامه داره و امروز ارتش اسرائیل وارد بیمارستان ناصر هم شد. به گفته ارتش اسرائیل در این بیمارستان گروهی از افراد حماس که در کشتار 7 اکتبر شرکت کردند در اونجا پنهان شدن. همچنین امکان داره که اجساد برخی از گروگان‌ها هم در اونجا باشه. در کنار اون مذاکرات برای رسیدن به یک نوع آتش بس هم هنوز به پایان نرسیده، امروز در اسرائیل اعلام شد که ویلیام برنز رئیس CIA پس از اینکه در قطر دیدارهای انجام شد در قاهره بین اسرائیل و رؤسای سازمان‌های CIA و همچنین قطر اطلاعات مصر، دوباره امروز به اسرائیل اومده و دیدارهای هم با آقای نتانیاهو و هم با وزیر دفاع و هم با رئیس موساد اسرائیل انجام داده. نتیجه این دیدارها هنوز معلوم نیست، اما باید گفت که در 132مین روز از جنگ هنوز هیچ راه امیدی و نوری برای پایان این جنگ وجود نداره. اسرائیل از 7 اکتبر تا به حال بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در نوار غزه رو 229 بار هدف قرار داده. طبق داده‌های سازمان جهانی بهداشت این حملات باعث کشته شدن 509 نفر و زخمی شدن 447 نفر شده که در میان اونها بیماران و پرسنل پزشکی هم وجود دارند. چند ماه پیش اسرائیل به بیمارستان الشفا، بزرگترین مرکز پزشکی غزه، حمله کرده بود. به گفته اسرائیل، حماس از این بیمارستان به عنوان مرکز فرماندهی استفاده می‌کنه. بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران، از تل آویو با ماست و همینطور سخنگوی دولت این کشور. آقای سبتی، همین الان هم انتقادات زیادی در مورد حملات اسرائیل وجود داره. چطور میتونه ارتش اسرائیل توجیه بکنه حمله به مراکز درمانی رو؟ با سلام و شب بخیر بهش شما. و من هم در مورد این سوال و همینطور در مورد اون داوطلب پزشکی که در غزه که پخش کردین قبلش، من باید بگم این حرف ها واقعا از عقل به دوره و در واقع دوره و در واقع دروغ هست، چون اسرائیل در منطقه رفح و خان یونس حمله هوایی تقریبا به هیچ وجه نداره، چون اون منطقه به شدت پرجمعیت شده و خطر برای مردم اون منطقه بسیار زیاد هست. اسرائیل حمله های هوایی رو تقریبا به کل کنار گذاشته، مگر یک حمله هدفمندی باشه، مثلا ساختمونی که خرابکارها در اونجا باشن و فقط اون رو مثلا مورد هدف قرار بدن. یک فیلمی امروز بود در این مورد، ولی غیر از اون به بیمارستان، به منطقه‌ای که آواره‌ها در اونجا سکونت گرفتن، الان به هیچ وجه حمله نمی کنن. و اگرم بخوان عملیاتی انجام بدن، ما دیدیم چجور این دوتا گروگان رو مثلا با نیروی مخصوص، با عملیات مخصوص بیرون کشیدن. اسرائیل لازم نداره کشتار جمعی را بندازه یا مثلا به بیمارستان حمله بکنه. اینها مثلا تصاویرش بعضیش خود اسرائیل منتشر کرده، نمونهش یادتون هست دو هفته پیش وقتی که با لباس مبدل وارد یک بیمارستان شدن و یکی از اعضای حماس رو اونجا در داخل بیمارستان کشتن. شما میدونید بر اساس قوانین بین المللی حتی اگر دشمن شما هم در بیمارستان باشه، شما نمیتونید برید و اونجا اونو هدف قرار بدید. بله، ولی خب اولا همونطور که بیاد میارید اونجا فقط به اون عضو یا اعضای حماس حمله کردن و به مردم عادی هیچ صدمه‌ای نرسید و ای کاش همیشه میشد. من اینو به عنوان از روی مهارت ارتش اسرائیل میگم،
ای کاش میشد فقط از این جور عملیات کرد که هرچی کمتر فلسطینی ها صدمه میدیدن، چون این نیروها بسیار زبده هستند، بسیار متخصص هستند. و در مورد دروغ های حماس واقعا باعث تاسفه که هنوز به این مسائل ادامه میدن و یک خوراک تبلیغاتی میشه برای مثلا رسانه های جهانی. و تا اونجایی که اسرائیل میتونه، بله مردم عادی هم صدمه میخورن، ولی تا اونجایی که میتونه اسرائیل سعی میکنه به هیچ مردم عادی صدمه نخوره. همین الان هم سعی میکنن قسمتی از مردم رفح و خان یونس رو به منطقه شمالی تر حتی برگردونن تا اونها کمتر صدمه بخورن. اسرائیل این جنگ رو حدود 5 ماه به طول داده برای اینکه مردم کمتر صدمه بخورن، وگرنه ممکن بود که این کار واقعا قبلا به پایان میرسید. و به هر حال گروگان ها و مسئله نابودی حماس، این دو مسئله هست که اسرائیل نمیتونه ازش بگذره. بعد از فاجعه هفته اکتبر به هیچ وجه اسرائیل دیگه نمیتونه زندگی در کنار حماس رو واقعا قبول کنه. و به خاطر اینکه اینها هنوز کشور هم نیستن و حاضر نیستن مسئولیت یک نیروی مستقل رو حتی به خودشون قبول بکنن برای مردم خودشون، پس تا اونجایی که من تحقیق کردم این قانونهای بین‌المللی نه بر اونها الزام داره و شاید برای اسرائیل هم میشه گفت دیگه الزامی نداره، چون اون طرف دوم اصلا کشور نیست. پس در این مورد یک جوری عذر اسرائیل موجه هست. برگردم به همون سوال قبلیم در مورد کشتن یک عضو حماس در بیمارستان. بنابراین به نظر شما موجه هستش که یک عضو زخمی نیروی دشمن رو در بیمارستان بکشه یک ارتشی؟ تا اونجایی که اونها اومدن و بیاد بیاریم چه فاجعه‌ای به بار آوردن در اون جشنی که بوده در جنوب اسرائیل، در کیبوتها، در آبادیها، بچه‌ها، دخترها، زنهای پیر رو کشتن، این کمترین کاریه و مفیدترین کاریه که در واقع میتونه ارتش اسرائیل در مقابل این خرابکارها انجام بده، به خاطر اینکه بتونه شرشون رو کمتر کنه، چه از سر اسرائیلی‌ها و چه از سر خود فلسطینی‌ها. ما میبینیم که حتی مردم این نوار غزه الان دارن بر ضد حماس بیشتر و بیشتر شعار میدن. شما الان این عکس‌ها رو هم دارین منتشر می‌کنین که چند میلیون دلار پول در این تونل‌ها کشف شده که میتونه زندگی اونها رو خیلی بهتر بکنه، ولی متأسفانه اونها فقط به فکر ظلم و خشونت خودشون هستن. ممنونم از شما. بن سبتی، سخنگوی دولت اسرائیل و پژوهشگر مسائل این کشور و ایران، از تل آویو. کاخ الیزه اعلام کرده فردا جمعه امانوئل مکرون و ولادیمیر زلنسکی یک توافقنامه امنیتی دو جانبه در پاریس امضا می‌کنند. هنوز جزئیاتی از این توافق منتشر نشده. مکرون اوایل امسال گفته فرانسه در حال مذاکره برای یک توافق امنیتی با اوکراین بر اساس مدلی که اخیراً میان بریتانیا و اوکراین به امضا رسید. در همین حال در اثر حمله پهپادی و راکتی اوکراین به شهر بلگراد در روسیه و اصابت راکت به یک مرکز خرید و یک استادیوم ورزشی، دست کم 5 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. به نظر میرسه حمله اوکراین در پاسخ به حملات موشکی دیشب روسیه به خارکیف انجام شده باشه که در اون یک زن 66 ساله کشته و چندین نفر زخمی شدند. برخی از سربازان اوکراینی به بی بی سی گفتند شهر آفدیوکا در شرق اوکراین که شاهد تشدید نبردهاست، هر لحظه ممکنه به دلیل کمبود شدید مهمات سقوط کنه. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نسبت به ایجاد شکاف میان آمریکا و اروپا یا تضعیف بازدارندگی هسته‌ای مشترکشون هشدار داده و گفته اروپا باید روی ارتش‌ها و فناوری‌های جدیدش سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بده و تولید تسلیحاتش رو افزایش بده. او با اشاره به ناکامی آمریکا در تصویب کمک‌های نظامی به اوکراین گفته که این تأخیر بر میادین جنگ اثر گذاشته. نباید مسیری را دنبال کنیم که نشان دهد ما در تلاش برای جدا کردن اروپا از آمریکای شمالی هستیم. نقطه قوت این است که ما اروپا و آمریکای شمالی را با هم در ناتو داریم. باید به خاطر داشته باشیم که متحدان غیر اروپایی در ناتو 80% از هزینه های دفاعی این سازمان را تشکیل می دهند و این نه تنها در مورد منابع بلکه در مورد جغرافیا نیز است. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفته بود روسیه رو تشویق میکنه تا به هر عضو ناتو که به تعهدات مالیش عمل نمیکنه حمله کنه. این گفته های ترامپ علاوه بر انتقادات تند از سوی دموکرات‌ها و مقامات ارشد متحدان بین‌المللی آمریکا، حتی واکنش منفی برخی از همحزبی‌هاش رو هم برانگیخت. جو بایدن با تاکید حمایت آمریکا از متحدانش سخنان ترامپ رو احمقانه، خجالت‌آور و غیر آمریکایی خونده و گفته در تاریخ آمریکا هیچ رئیس جمهوری در برابر به گفته او دیکتاتوری روسیه سرخم نکرده. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در واکنشی تند سخنان ترامپ رو خطرناک و دهشتناک خونده و گفته پیمان ناتو منوی غذایی دلبخواه نیست که به حال و روز یک رئیس جمهوری آمریکا بستگی داشته باشه. مرساد بروجردی رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میزوری با ماست. آقای بروجردی، چقدر نگران کننده میتونه باشه برای اعضای کوچکتر ناتو وقتی میبینن که یک نامزدی که بالقوه میتونه رئیس جمهوری آمریکا بشه چنین تهدیدی رو علیه اونها مطرح میکنه؟ بله، عرض کنم که به نظر میاد که صحبت‌های آقای ترامپ این نگرانی‌ها رو جدی دامن زده. همچنین این مسئله که در کنگره امریکا اختلافات درونی سبب شده که اون بسته کمک مالی برای اوکراین رو نتونن تصویب بکنن و همچنین مسئله عرض کنم نحوه کمک به اوکراین و ادامه اون جنگ، حالا این همه سبب شده که کشورهای اروپایی دارن برای اولین بار صحبت از این میکنن که شاید ما باید بیشتر به فکر گسترش فناوری‌های نظامی خودمون باشیم، تسلیحات و سرمایه گذاری در این راستا باشیم، به خصوص در رابطه با مسئله چتر اتمی. ببینید، واقعیتش اینه که از کشورهای عضو ناتو تنها انگلستان و فرانسه هستند که کشورهای اتمی هستند، خود بمب اتمی دارن و فرانسه حتی در برنامه‌ریزی‌های اتمی ناتو شرکت نمی‌کنه، مستقل داره صحبت حرکت می‌کنه. حالا صحبت از این شده که آیا میشه اولا فرانسه رو قانع کرد که بیاد و این امکانات اتمیش رو در اختیار ناتو بذاره، که به نظر نمیاد دولت مردان فرانسه علاقه به این مسئله داشته باشن. این یک نکته اول هست. و دوم این که اروپایی‌ها دارن یادآوری میکنن که خب این تصمیم گیری در رابطه با استفاده از سلاح‌های اتمی که در امریکا در اروپا خاک اروپا مستقر کرده، این تصمیم با واشنگتن هست و اونها در از نقش حمایت کننده دارن. مثلا فکر کنین پرسنلشون نبرسن نظامیشون کمک میکنه یا هواپیما میتونن بفرستن، ولی تصمیم رو واشنگتن میگیره. و حالا ما شاهد این هستیم که حتی اعضای آلمانی اتحادیه اروپا دارن از این صحبت میکنن که شاید ما باید چتر اتمی خودمون رو داشته باشیم. و به نظر میاد تبعات صحبت‌های آقای ترامپ واقعا دامن زده به این اختلافات. و همینجور که در گزارش شما هم از رئیس ناتو بود، ایشون داره سعی میکنه که از این مسئله جلوگیری بکنه و هنوز همه رو بر اساس یک پیمان متحدی آنچنان که تا به حال بوده اجازه بدن که جلو بره. چقدر فکر میکنید ولی اینها ممکنه فقط واقعا رتوریک سیاسی باشه؟ چون پس از جنگ جهانی دوم بالاخره ناتو یکی از مهمترین اتحادهای بین‌المللی بوده که به خصوص برای جهان غرب متضمن این امنیت فعلی بوده. درسته، این مسئله واقعا وجود داره، اما یادمون نره ببینید فرانسه خودش رو به عنوان یک نیروی متعادل کننده در به اصطلاح در ناتو میبینه، درسته، و حاضر نبوده که بیاد کاملا با امریکا یکسان در این رابطه رفتار بکنه. بنابراین این مسئله هم، این اختلاف هم میتونه جدی باشه. ولی بله، فکر میکنم بخشی از تبعات این مسئله برمیگرده به اینکه اونها چه شکلی میخوان فشار بیارن در رابطه با حرفایی که آقای ترامپ میزن اگر ایشون برگرده، و نگرانی هاشون رو از الان دارن مطرح میکنن تا به این امید که ترامپ هم از موضعش یک مقدار عقب نشینی بکنه. ممنونم از شما، مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری. بر اساس گزارش کاخ سفید، روسیه در حال کار روی نوعی سلاح اتمیه که در مدار زمین قرار میگیره و میتونه سیستم‌های ماهواره‌ای نظامی آمریکا و متحدانش رو هدف قرار بده. نشریه نیویورک تایمز نوشته اطلاعات مربوط به این فناوری هنوز از طبقه بندی محرمانه خارج نشده. مشاور امنیت ملی آمریکا جک سالیوان امروز در جلسه محرمانه در کنگره توانایی و خطرات این فناوری رو با قانون‌گذاران این کشور مورد بحث قرار میده. بریم به ساختمان کنگره و همراه بشیم با همکارم آرش علایی. آرش، چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد این فناوری روسا؟ جزئیات دقیقی که نمیدونیم چه فناوری است. میشه حد زد. ببخشید من صدا رو میشنوم، ایکوشو مجبورم بکشم بیرون گوشی رو. داستان روز چهارشنبه آغاز شد. آقای مایک ترنر، رئیس کمیسیون امنیتی مجلس نمایندگان آمریکا، در یک سخنان خیلی گنگ گفت یک فناوری پیشرفته‌ای وجود دارد که یکی از کشورهایی که با آمریکا خیلی دوست نیست در حال گسترشش است
و بعد از کاخ سفید خواست که اطلاعات مربوط به این فناوری رو از طبقه بندی محرمانه خارج بکنه. این خودش این داستان یک داستان کلاسیک مربوط به واشنگتن دی سی است. موقعی که دو بخش قوه‌های مختلف آمریکا، مثلا قوه قانونگذاری و قوه مجریه، میخوان همدیگر رو تحت فشار قرار بدن. چون پنج شنبه که امروز باشه، آقای جک سالیوان قرار بود بیاد اینجا کنگره و در یک جلسه محرمانه‌ای در بخش از اون راجع به این فناوری به قانونگذاران توضیح بدهد، مخصوصا به اعضای این کمیته اطلاعاتی مجلس که آقای مایک ترن هم جزوش هست. مایک ترن قبل از جلسه اومد راجبش صحبت کرد و جک سالیوان در کنفرانس مطبوعاتی همون روز با پرسش‌های خبرنگاران مواجه شد، حاضر نشد اطلاعات بده و گفت سورپریز شده از اینکه آقای مایک ترنر در مورد این مسئله در واقع اطلاعات داده، اونم حالا حتی به صورت گنگ. واقعیت این است که کاخ سفید میگوید اون اطلاعاتی که سازمان‌های جاسوسی آمریکا به دست آوردن از اون فناوری روسی، اگر اطلاعات در موردش درس پیدا بکند، اون عواملی که این اطلاعات رو به دست آوردن ممکنه در واقع تحت خطر شناسایی روس‌ها قرار بگیرن. و فعلا ما دقیقاً نمی‌دونیم که این فناوری روسی چیست. می‌دونیم بمب اتم نیست، یعنی قرار نیست انفجار اتمی در فضا رخ بدهد. و در ضمن نیویورک تایمز هم نوشته است که این فناوری به زودی زود در مدار زمین قرار نخواهد گرفت، اما یک پنجره زمانی وجود دارد برای اینکه ایالات متحده بتواند جلوی پرتاب اون به فضا را بگیرد. روسیه جزو یک پیمان و یک معاهده بین‌المللی است که سال 1967 امضا شده است. به موجب این معاهده کشورهای جهان حق ندارند که هیچ گونه فناوری اتمی در مدار زمین قرار بدهد، اما روسیه فردا از تعداد زیادی از این معاهده ها خارج شده است تا حالا و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که تا ابد در این معاهده بماند. فعلا نیویورک تایمز میگوید این دعوای بین دو قوه برای این است که جدی گرفته بشود این پنجره زمانی و هر چه زودتر آمریکا بتواند به نوعی یا سیستم های دفاعی برای اون از حالا تعبیه بکند یا جلوی پرتاب این فناوری به فضا رو بگیرد. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما از کنگره آمریکا. در جریان تیراندازی در زمان اجرای رژه قهرمانی تیم فوتبال آمریکایی کانزاس سیتی چیفز در مسابقه سالانه سوپر بول در ایالت میزوری، یک کشته و 22 نفر زخمی شدند. پلیس از بازداشت 3 نفر خبر داده. مقامات گفتند که 8 کودک در میان 22 نفری بودند که تیراندازی شده به آنها. پیش از این هم در جریان تیراندازی پارسال در مرکز شهر دنور چند نفر زخمی شدند. همینطور پارسال تیراندازی در پارکینگی در نزدیکی مسابقات قهرمانی سری جهانی تگزاس باعث زخمی شدن بعضی از شرکت کننده ها شد. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ماست. هر دفعه که یک تیراندازی اینطوری میشه، دوباره این بحث حق داشتن سلاح متمم دوم هم اینجا در آمریکا مطرح میشه. چقدر فکر میکنید که به خصوص الان که دموکرات ها کنترل دولت رو در دست دارن، ممکنه اقداماتی بکنن برای محدود کردن مالکیت سلاح؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران. ببینید، این یک مسئله هست که تا زمانی که علاقمندی از هر دو طرف و آمادگی ذهنی جامعه برای اینه که سلاح باعث کشتار میشه از بین نخواهد رفت. برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه ببینید در حال حاضر یک عده‌ای به خصوص افراطیونی که در طیف جمهوری خواه هستن بر این باورن که این یک جزو لاینفک قانون اساسی امریکاست و همه حق داشتن اسلحه رو دارن. از اون ور دو آتیشه ها و افراطیون دموکرات میگن که نه خیر، این یک قانونی بوده که زمانی برگزار شده که اینقدر ما پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی نداشتیم و هر کسی مجبور بود از زمین خودش بخواد حفاظت بکنه برای با داشتن اسلحه. ولی در حال حاضر داشتن اسلحه تبدیل شده به یک جنگ سیاسی.
هر دو تا طرف هم از این مسئله دارن استفاده میکنن، ازش گروه های لابیگری بسیار عمده ای هم وجود داره که مانع این میشه که سیاستمداران بتونن تصمیم درستی بگیرن. این متاسفانه در حال حاضر اجازه داده که تعداد زیادی آدم های بیگناه کشته بشن و اصلیتش هم برمیگرده سر یک چیز. طرفداران حقوق داشتن اسلحه میگن آقا این اسلحه نیست که باعث کشتن افراد میشه، افراد ناسالمی هستند که از این اسلحه استفاده میکنن. گفتمان مقابلش این هست که اگر ما این رو در دسترس افراد ناسالم نگذاریم این مسئله هیچ وقت به وجود نمیاد. واقعیت امر اینه که هر دو طرف دارن از این مسئله استفاده سیاسی میکنن و من فکر میکنم تا زمانی که اون علاقمندی درشون ایجاد نشه ما همینجا هستیم. گره کارم بسیار پیچیده است، اینطور نیست برای اینکه بالاخره متمم دوم قانون اساسی آمریکا است به این راحتی ها، حتی اگر فرض بکنیم که اونهایی که مخالف این آزادی هستند بخوان حذفش بکنن، مکانیزمی به این راحتی ها وجود نداره که بتونن. نکته بسیار جالبی رو اشاره میفرمایید. بله، برای اینکه بیایم فرض بکنیم که همین فردا لایحه حذف اسلحه امضا به تصویب مجلس رسیده، بعد به خاطر اینی که جزء متمم های قانون اساسی هست بایستی بره تمامی 50 تا ایالت، دو سوم 50 تا ایالت بایستی به همون لایحه‌ای که تصویب شده، نه یک واو بالا نه یک واو پایین، به همون بایستی رأی بدن و بعد اگر رئیس جمهوری در سر کار باشه که حاضر باشه اون رو امضا بکنه، بعد اون وقت تازه این متمم قانون اساسی برداشته میشه. به همون خاطرم هست که علاقمندان به اینه که این قانون رو حداقل درش بازبینی بشه میگن که ما بیاییم یک سری محدودیت هایی که نیاز به تصویب قانون اساسی نداره و فقط با یک قانون ساده فدرال میتونیم حلش بکنیم انجام بدیم. ولی باز هم همونجوری که عرض کردم به خاطر علاقمندی های سیاسی و به خاطر اینه که از این طریق میتونن هر دو تا طرف از طرفدارانشون و از مردم اعانه مالی جمع بکنن، من فکر نمی کنم به جایی برسه. ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. قاضی دادگاهی در نیویورک تاریخ محاکمه پرونده کیفری دونالد ترامپ رو ساعتی پیش مشخص کرد. قاضی خوان مرچان با صدور حکمی مبنی بر اینکه پرونده علیه دونالد ترامپ میتونه ادامه پیدا کنه گفت قصد داره محاکمه رو در 25 ماه مارس آغاز کنه. این پرونده ترامپ مربوط به حق سکوت به یک ستاره فیلم‌های پورن و روابط مخفیانه او در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2016 است. ترامپ قبلاً از دادگاهی در نیویورک خواسته بود که اتهامات این پرونده کیفری علیه او رو رد کنه. وکلای رئیس جمهوری سابق آمریکا با تصمیم قاضی برای شروع انتخاب هیئت منصفه در 25 ماه مارس مخالفت کردند. تیم حقوقی ترامپ گفته که تاریخ این دادگاه 6 هفته‌ای با کمپین ریاست جمهوری او در تضاد. همکارم مریم رحمتی از استودیوی ما در نیویورک با ماست با جزئیات بیشتر. مریم، فرداد امروز روز بسیار شلوغیه برای دونالد ترامپ. دو جلسه دادگاه ترامپ همزمان و در یک روز آغاز شدن. یک جلسه دادگاه ترامپ اینجا در نیویورک آغاز شد و به پایان رسید و جلسه دیگرش در جورجیا. دادگاه نیویورک 2 ساعت طول کشید و دونالد ترامپ هم در این جلسه دادگاه حضور داشت، اما جلسه دادگاه دونالد ترامپ در نیویورک یک پرونده کیفری هستش، اما دادگاهی که داره در جورجیا برگزار میشه مربوط به پرونده تقلب در انتخابات 2020 هست. و اما موضوعی که در دادگاه نیویورک امروز به بحث گرفته شد مربوط میشد به پرداخت حق السکوت به بازیگر فیلم‌های پورن که در جریان انتخابات سال 2016 اتفاق افتاده بود و اینکه دونالد ترامپ در مورد مبلغ 130 هزار دلاری که به استورمی دانیلز پرداخت کرده بود اسنادش رو جعلکاری کرده بود و اینکه خیلی ها در دادگاه به این استناد کردند که باید مردم آمریکا یا رای دهندگان این حق رو داشتن که بدونن که به چه کسی رای میدن. دونالد ترامپ متهمه که در سال 2016 این مبلغ رو به استورمی دانیلز پرداخت کرده که رابطهش رو با ترامپ مخفی کنه. اما در مورد این دادگاه باید بگم که قاضی باید تصمیم میگیره
گرفت که این دادگاه به پیش بره، به خاطر اینکه تیم حقوقی دونالد ترامپ درخواست داده بودن که این اتهامات علیه دونالد ترامپ کلن رد بشن و کنار گذاشته بشن، اما دادگاه با حضور دونالد ترامپ در جلسه دادگاه رأی داد که در 25 ماه آینده این دادگاه محاکمه آغاز بشه و اولین قدمی هم که برداشته خواهد شد تعیین هیئت منصفه خواهد بود. باید بگم که در این جلسه دادگاه وکلای ترامپ خیلی سر و صدا کردن و انتقاد کردن از این تصمیم قاضی دادگاه آقای مرچان و گفتن که دونالد ترامپ نمیتونه همزمان به رقابت‌ها و کمپین‌های انتخاباتی خودش بپردازه و هم در این محاکمه حاضر باشه. دونالد ترامپ هم گفته بود که او باید حالا در ساوت کارولینا می بود، کارولینای جنوبی، و حالا باید در این دادگاه حضور پیدا می‌کرد، در حالی که حضور ترامپ در این دادگاه اصلا لازم نبود ولی خودش خواسته بود که در این جلسه دادگاه حضور پیدا بکنه. به هر حال وکلای دونالد ترامپ میگن که این تصمیم قاضی برای آغاز محاکمه در ماه آینده کلا قانونی نیست، ولی خب دادگاه نیویورک بر این باور نیست. قبلا دونالد ترامپ قاضی مرچان رو به عنوان یک قاضی متنفر از ترامپ دیده بود و گفته بود که او از ترامپ متنفره، از خودش متنفره، و گفته بود که باید اون از این پرونده به زودی کنارگیری کنه. ترامپ و وکلاش تلاش کرده بودند که این پرونده رو از دادگاه ایالتی به دادگاه فدرال منتقل بکنن، ولی خب تلاش‌های ترامپ بی نتیجه موند و به هر حال دادگاه، قاضی دادگاه آقای مرچان گفته که با این که او قبلا کمک‌های مالی کوچکی به دموکرات‌ها انجام داده، از جمله $15 به کمپین انتخاباتی آقای جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا، ولی اون میتونه که در این دادگاه و در این محاکمه منصفانه و بی‌طرفانه عمل بکنه. به هر حال این یکی از اولین پرونده‌های از 4 پرونده کیفری علیه دونالد ترامپ، اما میتونه آخرین مورد نباشه. فردا ترامپ در حال حاضر با 91 فقره اتهام در 4 کیفرخواست کیفری مواجه هستش از سوی دادستان‌های در واشنگتن، فلوریدا، جورجیا و همچنین در منهتن. به هر حال باید منتظر موند و دید که تیم حقوقی آقای ترامپ قدم بعدیشون چه خواهد بود، و اما در جورجیا هم فعلا دادگاه در جریان هستش و به نظر میاد که تیم حقوقی دونالد ترامپ در دادگاه جورجیا به هر حال قوی تر دارن عمل میکنن، چون اونجا دارن استدلال میکنن که قاضی پرونده دونالد ترامپ با یکی از وکلا در ارتباط بوده و این میتونه به نفع دونالد ترامپ باشه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما در نیویورک. امروز فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد حدود 2 هفته پیش محموله ای از تسلیحات پیشرفته ایرانی رو که برای نیروهای حوثی یمن ارسال میشد در آبهای دریای عرب توقیف کرده. سنتکام گفته در این محموله بیش از 200 بسته حاوی اجزای موشک بالستیک میانبرد، مواد منفجره و دیگر تجهیزات نظامی پیشرفته وجود داشته. سنتکام همینطور گفته دیروز هم نیروهای آمریکایی 4 حمله موفقیت‌آمیز دیگه علیه حوثی‌ها انجام دادند. بنا به این گزارش اهداف این حملات 7 موشک کروز ضد کشتی، 3 پهپاد و 1 شناور سطحی بدون سرنشین و آماده حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ بوده. سنتکام گفته این اهداف خطری فوری برای کشتی‌های تجاری و نیروهای دریایی آمریکا ارزیابی شده بودند. آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده هم گفته تحلیل تصاویر موشک‌ها و پهپادهای مورد استفاده حوثی‌ها تایید می‌کنه که اونها از تسلیحات جمهوری اسلامی برای حمله به اهداف نظامی و غیر نظامی استفاده کردند. بر اساس این گزارش نیروی قدس سپاه پاسداران از سال 2014 تسلیحات پیشرفته‌ای رو در اختیار حوثی‌ها قرار داده و اونها رو برای استفاده از این تسلیحات آموزش داده. سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با ایران اینترنشنال میگه آمریکا در تامین امنیت دریای سرخ تردیدی نداره. هدف این عملیات محافظت از کشتی‌های تجاری دریای سرخ است و تا حال بیشتر از 20 کشور با ما در این عملیات مشارکت می‌کند و انتظار داریم که در آینده تعداد کشورها که در این عملیات شرکت میکنند هم بیشتر خواهد شد. و در مورد حملات دولت آمریکا
ما به حملات حوثی ها پاسخ دادیم و هدف حملات حملات دولت آمریکا تضعیف توانایی های حوثی ها بوده است و تا حالا ما فکر میکنیم که این حملات موفق بوده است. به طور کلی دولت آمریکا از مردم و از منافع خود در منطقه اقدام خواهد کرد. مرضیه حسینی همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ماست. مرضیه، همه این اقدامات در حالیه که همچنان حوثی‌ها در منطقه به خصوص در جنوب دریای سرخ دارن به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنن، چه میگن مقامات وزارت خارجه؟ همینطوره فرداد، دقیقاً همین امروز دو حمله دیگه صورت گرفته که گزارش های اون در خبرگزاری های غربی منتشر شده، اما با این حال این بیانیه امروز سنتکام حاکی از دومین ضبط محموله های ارسالی جمهوری اسلامی ایران به حوثی ها تنها در طول یک ماه گذشته است. اگر به خاطر داشته باشیم 11 ژانویه حدود یک ماه گذشته بود که سنتکام در بیانیه مشابهی اعلام کرد که یک کشتی حامل ارسال تسلیحات جمهوری اسلامی ایران به حوثی ها توقیف شد که حتی در عملیات توقیف این دو تن از سربازان آمریکایی هم مفقود و کشته شدند. بعد از اون العربیه در واقع در طول حدود دو روز گذشته اعلام کرد که کشتی دیگری توسط آمریکا توقیف شده، اما دولت آمریکا هنوز اون رو اعلام نکرده. در واقع منابع العربیه به این رسانه گفته بودند که در واقع این عملیات توسط سنتکام انجام شده، اما تا امروز هیچ گزارش در این خصوص منتشر نشده بود و دلیل اون هم احتمالاً این هست که در طول یک ماه گذشته مقامات آمریکایی چه در کنفرانس‌های مطبوعاتی که داشتن و چه در مصاحبه هایی که با رسانه های مختلف داشتن در واقع تلاش میکردن اینطور نشون بدن که اقدامات اخیر آمریکا در منطقه، حملاتی که چه به صورت تنهایی و چه به صورت مشترک با بریتانیا انجام داده، به طور مشخص باعث ایجاد بازدارندگی در مقابل ایران شده و ایران در طول یک ماه گذشته هیچ حمایت تسلیحاتی رو به طور مشخص از حوثی ها نکرده تا زمانی که گزارش العربیه منتشر شد و گزارش امروز سنتکام حاکی از توقیف 200 بسته از محموله تسلیحاتی که گفته میشه موشک‌های بالستیک میان برد هم در اون قرار دارن. این در حالی هست که همطور که خودت هم اشاره کردی تداوم حملات وجود داشته، خصوصا در دو روز گذشته حملات متعددی شده به کشتی‌های متعددی که در منطقه در حال حرکت بودن. فردا 16 فوریه روزی هست که گفته میشه احتمالاً اون بازه زمانی که وزارت امور خارجه آمریکا حدود یک ماه پیش در همینجا در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که زمان باقی مانده تا حوثی‌ها در فهرست خاص گروه‌های تروریستی آمریکا قرار بگیرن هست و قرار هست از فردا یک سری تحریم‌های جدید توسط دولت آمریکا بر حوثی‌ها اعمال بشه، تحریم‌هایی که نگرانی‌های گسترده‌ای رو اعمال می‌کنه در خصوص روند ارسال کمک‌های بشردوستانه توسط نهادهای بین‌المللی به کشور یمن. مردمی که گفته میشه از نظر فقر و از نظر دسترسی به مواد غذایی نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستن. اما همزمان با این گزارش‌ها همین امروز CNN یک گزارش دیگه منتشر کرده به نقل از یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا که اساساً تعریف می‌کنه مشکل آمریکا این هست که در خصوص حوثی‌ها یک خلأ معلوماتی بسیار گسترده وجود داره. در طول سال‌های گذشته به گفته این مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا، دولت آمریکا در حال جمع‌آوری اطلاعات گسترده علیه ایران، علیه چین، علیه روسیه بود، اما حوثی‌ها به دلیل اینکه دست کم گرفته شدن عموماً در پایگاه و در رأس جمع‌آوری اطلاعاتی آمریکا نبودن و در حال حاضر مشکل اساسی دولت آمریکا این هست که اطلاعی نداره چقدر تسلیح‌ها در انبارهای حوثی‌ها چه بر روی زمین و چه در زیر زمین باقی مانده و عملاً توانایی اینها برای تداوم ایجاد اختلال در روند ترانزیت جهانی برای دولت آمریکا مبهم هست. ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم از وزارت خارجه آمریکا. رئیس مرکز ملی اقلیم و سرپرست بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران درباره چهارمین سال خشکسالی در این کشور هشدار داده و گفته امسال 30% منابع آبی و میزان بارش نسبت به پارسال کمتر شده. به گفته احمد وظیفه با وجود ورود یک جبهه هوای به شدت بارانزا به فلات مرکزی و بارش برف و باران شدید این کم‌آبی جبران نمیشه. در همین حال مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران هم از خشک شدن بیش از 1.5 میلیون متر مکعب از سواحل غرب مازندران به خاطر پسروی آب دریای خزر خبر داده. پیشتر هم رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از ادامه عقب رفت آب دریای خزر خبر داده بود، دلیلی که باعث فرونشست سواحل مازندران میشه. با این حال به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم این بارش‌ها برای جبران کم‌آبی ایران کافی نیست. علی بیت‌اللهی گفته بود فرونشست نوار ساحلی شمال 2 میلیون نفر رو در استان گیلان و مازندران تهدید میکنه.
بهرام نادی استاد دانشگاه و عضو کارگروه تخصصی فرونشست در مورد فرونشست‌ها در ایران گفته هر یک متر آبی که از چشمه‌های زیرزمینی پایین میره زمین حدوداً 2 سانتی متر تغییر شکل داده. پس هر متر عقب نشینی 20 سانتی متر فرونشست رو به همراه داره. ببینید توی این قسمت این ترک شما میتونم ببینم و این پله و افتادگی کاملا مشخص. این ما پله رو میتونیم ببینیم، فکر میکنم حدود 80 سانتی متر اختلاف ارتفاع باشه توی این قسمت اینجا و توی این قسمت و تخلیه که توی این قسمت قرار داره که شما میتونید محل تخلیه رو ببینید. توی این خاک که خاک رسه تقریبا هر یه متری که آب میره پایین یک چیز حدود 2 سانتی متر تغییر شکل داره. پس من وقتی که 10 متر آب رو میبرم پایین 20 سانتی متر فرونشست رو دارم. پس وقتی که من میام 100 متر آب رو میبرم پایین مفهومش که 2 متر فرونشست رو دارم. اینجا بیش از 100 متر آب رفته پایین که این اتفاق افتاده. مهدی کتابچی پژوهشگر آب در دانشگاه مریلند اینجا در استودیو با ما. سوال کتابچی، چقدر از اتفاقاتی که داره میفته از جمله این کم آبی، کم شدن آب دریای خزر، خشکسالی ها به خاطر اقدامات در اندازه حکومتی است، چقدر در اندازه جهانی است و تغییرات اقلیمی؟ درود بر شما جناب فرهزاد و ممنون از دعوت شما. خب یه مقدار از بارش کمی که در مقایسه با بلند مدت حال حاضر شاهد هستیم بخشش خب برمیگرده به چرخش های طبیعی سالیانه یا 10 ساله که ممکنه ما تو طبیعت داشته باشیم، ولی خب یه مقدارش مسلما برمیگرده. حالا من صرفا الان میخوام راجع به بارش صحبت بکنم، اون بحث استفاده از منابع طبیعی خب بحث مسلما بحث جداییه. یه مقدار از خب کمبود بارش ها میتونه برگرده به تغییرات اقلیمی که در سطح جهانی شاهدش هستیم، خب ایران هم متاثر از اونه. نکته حال حاضر اینه که خب ایران در هلوش مدار مثبت 30 درجه شمالی قرار داره، منطقه کاملا پرفشاریه، هلوش تقریبا عربستان یا از اون سمت حالا به سمت کالیفرنیا هم حرکت میکنیم. این مناطق اصولا مناطق کم بارشی هم و جبهه های هوا غالبا به سمت مناطق کم فشار کوردن توی 60 درجه قرار داره، البته خب خیلی پیچیده ولی حدودا به سمت 60 درجه قرار میگیره. خب ایران اصولا منطقه‌ای که کم بارشیه، ولی خب یه اصل دیگه هم وجود داره کنارش. ما بحث تغییرات اقلیمی رو داریم. ما اگر بخوام مقایسه بکنم حالا یه مقایسه سرانگشتی تغییرات اقلیمی مثلا با اقتصاد، تغییرات اقلیمی خیلی بحث پیچیده‌ایه، میتونه مقایسه بشه با بحث یک اقتصاد مریض در یک کشور به عنوان مثلا مثل ایران. در کشوری مثل ایران ثروتمندا ثروتمندتر میشن، فقیرا فقیرتر میشن. تغییرات اقلیمی هم همین نقش تقریبا میتونه ایفا بکنه. در جاهایی مثل مثلا ایران یا عربستان یا حتی برخی جاها مثل کالیفرنیا بارش رو میتونه کمتر بکنه، میتونه بارش کمی که حالا از شاهدش هستیم به این واسطه باشه، دست بخشی از اون. از سمت دیگه جاهای پربارش مثل جایی که ما شما زندگی میکنیم میتونه بارش رو در طول مدت زمان حتی بیشتر هم بکنه. ما اخیرا یه پروژه‌ای بود برای دولت، برای سازمان مترو واشنگتن انجام داده بودیم و تو اون خیلی جالب بود. برای آینده بعد پیش بینی میکردیم که چه روندهایی از لحاظ دمای بارش صورت میگیره. بارش در منطقه واشنگتن جایی که ما شما زندگی میکنیم کاملا بیشتر میشه، یعنی علارغم اون نراتیوی که ما مشاهده میکنیم برای تغییر اقلیم که خب همه چی مسلما بد خواهد شد، بارش کم خواهد شد و اینها، بارش مقدار کل بارش افزایش پیدا میکنه علارغم اینکه شدت بارش ها خب اون هم افزایش پیدا میکنه، میتونه صدمات مختلفی داشته باشه. اما خب میتونیم برگردیم به بخش دوم سوال شما راجع به اون تاثیرات انسانی که در واقع میتونه داشته باشه. خب ما بخش مهمی از تاثیرات انسانی، مهمی از در واقع مشکلاتی که حالا حاضر تو آبی در حال حاضر ایران هستیم به خاطر کم بوده بارش نیست، به خاطر اون تاثیرات انسانسازی که شاهدش هستیم. خب به عنوان مثال ما بخش کشاورزی رو داریم. کشاورزی جی دی پی ایران از بخش کشاورزی حدودا 13%. خب جی دی پی میانگین در دنیا حدودا 4-5%. خب یعنی ما حدودا 3 برابر از بخش کشاورزی در مقایسه با دنیا داریم بیشتر تولید میکنیم. از سمت دیگه میزان بارش در ایران 3 برابر کمتره از سطح دنیا. خب شما یه ضرب و تقسیم خیلی ساده انجام بدین علارغم اینکه مسلما میدونم علمی نیست، خب این پی میبره که یه اتفاقی داره اینجا میفته که قابل مقایسه با مسلما جاهای دیگه دنیا نمیتونه باشه و اون ارزان بودن نسبی منابع آبیه.
ارزان بودن که چه ارز کنم، تقریبا رایگانه، نه تنها من رو با آبی، حتی انرژی. یه گزارش خیلی خوبی انیستیتو آب محیط زیست سازمان ملل حدودا چند ماه پیش منتشر کرده بود که در رابطه با ارزش آب در کشورهای مختلف، ایران تقریبا در قعر جدول قرار میگیره. خب اون هم به واسطه سیاست گذاریایی که محدودا از 4 سال گذشته داشتیم. ما مستضعف پرور بودیم، کشاورزان گفتیم بروید استفاده بکن از منابع آبی، منابع آبی برای شماست، محدودیتی هم نداشتیم، انرژی رایگان هم در اختیارشون قرار دادیم و خب این وسط کشاورزان رو هم نمیتونیم مقصر در نظر بگیریم. بس سیاست گذاری کلی است که میخواهد خودکفا باشه. مشابه وجود داره دیگه. آره، خودکفا باشه در زمینهای مختلف در واقع. یعنی به قول شما طبیعیه دیگه، یعنی منم اگر کشاورز باشم ببینم آبم نسبتاً ارزونه، انرژیم نسبتاً نسبیه دیگه، همیشه طبیعتاً ارزونه، طبیعیه که خب ازش استفاده میخوام بکنم. شما اگر یک کشاورزی رو در واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند بردارید ببرید در حوزه دریاچه ارومیه، همون رفتاری خواهد کرد که اون کشاورز در حوزه دریاچه ارومیه میکنه بدون شک. ممنونم از شما مهدی کتابچی، پژوهشگر آب در دانشگاه مریلند اینجا در استودیو. موضوع تلاش پرهزینه اسحاق قالیباف، فرزند محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای دریافت ویزای کانادا، این روزها موضوعی جنجالی شده. او که با استخدام یک وکیل شناخته شده وزیر مهاجرت کانادا رو به دلیل تأخیر در صدور ویزاش به دادگاه فدرال کشونده، بارها پیش از این هم از طریق دفتر رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پرونده درخواست ویزاش رو پیگیری کرده بود. اسحاق قالیباف که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران میخونه، اواخر سال 2018 فارغ التحصیل شد و چند ماه بعد در فوریه 2019 برای دریافت نوعی از ویزای مهاجرت درخواست داده. همکارم مهسا مرتضوی با جزئیات بیشتر از واکنش مقامات کانادا به این خبر از تورنتو کانادا به ما پیوسته. مهسا. فرداد، همونطوری که اشاره کردی، موضوعی که الان خیلی مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی بین ایرانی کانادایی ها کاری هستش که پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار در این پرونده انجام داد. از دفتر حوزه انتخاباتی پیر پولیف در واقع درخواست وضعیت، یا میشه گفت استعلام شده در مورد وضعیت پرونده مهاجرت اسحاق قالیباف. چند بار همین کار انجام شده، دقیقاً مشخص نیست چند بار، ولی طبق رأی دادگاه نوشته شده که علارغم درخواست پیگیری یا همون استعلام از طرف دفتر پیر پولیف، همچنان روند این پرونده بسیار کند بوده. باید اینو دقت بکنیم که نکته مبهم اینجا وجود داره که در رأی دادگاه در بند 16 گفته شده که علارغم پیگیری ها از دفتر پیر پولیف، در صورتی که پیر پولیف در بیانیه اختصاصی که به ایران اینترنشنال داده و طبق صحبت یک ساعته‌ای که من خودم با دفتر پیر داشتم توضیح داد که ما این کار عادی هست که برای تمام کسانی که در حوزه انتخابیه ما زندگی میکنند انجام میدیم، کسانی که درخواست ویزا دادند و میخوان از وضعیت ویزاشون با خبر بشن، یک فرمی رو از طریق دفتر میفرستند و وزارت مهاجرت به اون پاسخ میده و هر بار که این فرم فرستاده میشه در پرونده اون فرد ثبت میشه و به همین دلیل هم هست که دادگاه دسترسی داشته به این اطلاعات و در حکمش هم آورده اینا. ولی مسئله اینه که یک درخواست ساده نباید اینطوری در دادگاه، در رأی دادگاه نوشته بشه که علارغم پیگیری ها، چون اگر این پیگیری ها بی اثر باشه طبیعتا نباید روی روند پرونده تأثیری داشته باشه. در حال حاضر ما هنوز کاملا مشخص نمیدونیم که این فرد ویزای کانادا رو دریافت کرده، آیا به کانادا رسیده یا نرسیده. از طرق مختلف پیگیری میکنم من و همکارم کامران ملکپور که او هم در این پرونده بسیار کوشش کرده و تمامی مدارک رو جمع آوری کرده تا بتونیم مشخص بکنیم که آیا این فرد حالا به کانادا رسیده یا نه. اما چیزی که مشخص هست، افرادی از این قبیل مثل اسحاق قالیباف یا کسانی که قبل تر هم دیدیم ویزاهای کانادا رو دریافت کردن، مجید ایرانمنش، سلمان سامانی، اینها کسانی هستند که از شکافهای قانونی دولت کانادا برای گرفتن ویزا استفاده میکنن یا در نهایت به کانادا میرسن یا نمیرسن. اما این پرونده در واقع با امنیت بالا پیگیری میشده. علت اینکه 5 سال هم طول کشیده و در نهایت هم اسحاق قالیباف برای اینکه بتونه وضعیت پرونده‌اش رو مشخص بکنه، این هست که یک وکیل گران قیمت هم گرفته، همونطوری که تو گفتی این پرونده مهاجرت رو به یک پرونده گران قیمت تبدیل کرده. اما هنوز مشخص نیستش که این فرد تونسته وارد خاک کانادا بشه یا خیر. در بیانیه اختصاصی که همونطور که پیشتر گفتم از دفتر پیر پولیف هم دریافت کردیم، تاکید کرده بود که دولت جاستین ترودو در کنترل ورود عوامل جمهوری اسلامی تا حدی که باید موفق عمل نکرده. این وظیفه وزیر مهاجرت هست و وزارت مهاجرت هست تا بتونه افراد رو غربالگری بکنه کاملا و مطمئن بشه که افرادی با رابطه
هایی حالا با رژیم های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی یا کشورهای دیگه وارد خاک کانادا نمیشن. فرداد ممنونم از تو. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو کانادا با ما. جناح‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان در یک اعلامیه مشترک از سازمان ملل خواستند که با دعوت از همه جناح‌های سیاسی در نشست دوحه زمینه شکل‌گیری یک دولت قانونی را از طریق یک روند فراگیر ملی فراهم کنند. این جریان‌ها با اشاره به جنایات جنگی و ضد بشری طالبان گفتند که همزمان با روندهای سیاسی حق دفاع از سرزمین و مبارزه نظامی در برابر این گروه را برای خودشون محفوظ می‌دونند. مخالفان طالبان همچنین خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده، اما گفتند که باید میان کمک‌های انسانی و کمک اقتصادی به طالبان تفکیک قائل بشن. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، شورای عالی مقاومت و تشکل‌های زنان معترض افغانستان این اعلامیه را امضا کردند. دومین نشست سازمان ملل در مورد افغانستان در 18 و 19 فوریه در دوحه قطر برگزار می‌شود. همکارم خادم کریمی اینجا در استودیو با ماست. در این اعلامیه مشترک مخالفان طالبان چه گفته شده؟ در اعلامیه به چند مورد تصریح شده. یک، از سازمان ملل خواسته شده که نماینده یا نمایندگان طالبان را در این نشست دعوت نکنن، به این دلیل که دعوت از نماینده یا نمایندگان طالبان در این نشست به نوعی مشروعیت بخشی به تروریسم و جسارت بخشیدن برای دیگر گروه های تروریستی است که احیانا عزم داشته باشند تا دولت های قانونی را در کشورهای دیگر سقوط بدن. نکته دیگه ای خواسته شده ای که با دعوت از نمایندگان دیگر جناح‌های سیاسی، زنان در این نشست زمینه سازی شود تا یک از طریق یک پروسه ملی و فراگیر یک حکومت قانونی در افغانستان روی کار بیاید. به مورد دیگه ای که اشاره کردن، تاکید کردن ای که ما ضمن این که استقبال میکنیم از پروسه های سیاسی برای حل مسئله افغانستان، اما در عین حال این حق مشروع خود میدانیم که از سرزمین خود دفاع کنیم و مبارزه مسلحانه در برابر طالبا کنیم، به خاطر که استدلال کردن که طالبا بر اثر یک توطئه داخلی و بین المللی افغانستان را اشغال کردن و در نتیجه در برابر اشغال ما حق دفاع داریم. نکته دیگه یک مطرح کردن ای که باید میان کمک های انسان دوستانه یک به افغانستان سرازیر میشه و کمک اقتصادی به طالبا یک تفکیک قائل شود، به خاطر که به زعم اینها که البته گزارش های هم در تاییدی وجود داره که طالبا از کمک های بشری که به افغانستان سالانه سرازیر میشه به نفع خود و به نفع تحکیم حاکمیت خود استفاده میکنه. نکته یک مهمه ای که چرا برای اولین بار در طول دو سال با وصف پراکندگی و تشددی که زیادی که میان جناح‌های سیاسی افغانستان بودن، جناح‌های مخالف طالبان، این بار اینا برای اولین بار یک اعلامیه مشترک صادر کردن و در یک موضوع به موضع واحد رسیدن؟ دلیلش اینه که فشار بر مخالفان طالبان بیشتر شده، به خاطر که میفهمن که یک روندی آغاز شده که سرانجامش میرسه به تعامل با طالبان. در نشست دوحه به احتمال زیاد نماینده طالبان دعوت میشد، تا جایی که ما اطلاع دارم، البته هنوز قطعی نیست، حدود 5 یا 6 نفر از بیشتر اعضای جامعه مدنی و سیاستمدارای جوان افغانستان قرار است به این نشست برن. هنوز تایید نهایی رو نداریم، اما به احتمال زیاد اینا میرن. دلیل و به همین خاطر اینا در واقع یک نوع میشه گفت ترسیدن که عملا به انزوا رفتند و نشستی که در دوحه برگزار میشه که میتونه ترسیم کنه نقشه راه آینده جامعه جهانی برای تعامل با طالبان را، و در این نشست اصلی ترین جریان هایی که مخالف طالبان هستند به زعم خودشان در این نشست خواهی بستن. به اجازه بده همین نکته آخری رو که گفتی بهش بپردازیم. به طور کلی وقتی نگاه میکنی این نشست دوحه چه مسیری رو ترسیم میکنه برای آینده روابط جامعه جهانی با طالبان؟ بعد از 2 سال یک نوع انسداد در ارتباط جامعه بین المللی با طالبان. حدود 2-3 ماه پیش شورای امنیت سازمان ملل، در مجموع سازمان ملل، به این فیصله رسیدن که یک نماینده ویژه تعیین کنن، یک گزارشگر ویژه، هماهنگ کننده ویژه، فریدون سینیز اوغلو، نماینده ترکیه در سازمان ملل، این بررسی کرد، پیشنهاد کرد و
وضعیت بررسی کرد، پیشنهاد کرد که با طالبان تعامل شود، ولی در عین حال یک فرستادی ویژه از طرف سازمان ملل فرستاده شود به افغانستان تا بر تمامی اموری که جهان بر سر او با طالبان دچار اختلاف هستند نظارت کنند. به نظر می رسد که نشست دوحه مسیر را ترسیم می کند که آرام آرام جامعه جهانی تعدادی از کشورها به صورت مستقیم مثل چین، تعداد یا دیگر کشورهای منطقه و همسایه افغانستان و مثلا مشخصا کشورهای مثل اتحادیه اروپا یا آمریکا به صورت غیر مستقیم آغاز میکنن که گام به گام تعامل با طالبان شروع کنن، به خاطر که دو ایده در خصوصی که با طالبان تعامل شوه یا نشوه وجود داره. برخی از کشورها معتقدن که اول تعامل شروع شوه بعد انتظار ای وجود داشته باشه که طالبان تغییراتی و اصلاحاتی مورد نظر جامعه جهانی رو در افغانستان بیاره، و تعداد دیگر به این باور هستند مثل ایالات متحده آمریکا و حتی اروپا قبلا البته مقدار نظرشان تغییر کرده، ای که اول طالبان باید یک سری تغییرات در سیاست‌های خود بیاره بعد ما آغاز می‌کنیم به تعامل با این گروه. اما برای شخصی ما و بسیاری از مردم افغانستان نگران کننده ای است که مثل که چند روز پیش هم سازمان ملل یک گزارش 18مین گزارش خود را در مورد تهدید داعش در برابر صلح و امنیت جهانی منتشر کرد. در این گزارش آمده که ولایت خراسان داعش در افغانستان یک رویکرد دیگر را آغاز کرده مبنی بر جلب سربازان فراملیتی و افراد ناراضی طالبان، فرماندهان و جنگجویان ناراضی طالبان، که البته جلب جنگجویان ناراضی طالبان یک چیز جدیدی نیست. مثلا جمعیت انصاران را مربوط به اسلامگرایان تاجیکستان فعالیت خود با داعش آغاز کرده، یا اسلامگراهای اویغور که در افغانستان فعال هستند. به نظر من برداشت من یک فارغ از نقص حقوق بشری که در افغانستان صورت میگیره توسط طالبان، که البته برای جامعه جهانی خیلی مهم نیست اما برای مردم افغانستان مهم است، در بعد امنیتی بالاخره افغانستان به جایی میرسه که مثل سال 2001 یک بار زخم تروریسم از ناحیه افغانستان بخورن. خادم کریمی همکارم، ممنونم از تو و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.